آب‌های روانی که یا به هدر می‌رفت و یا تهدیدی بود برای مزارع پایین‌دست. اگر این سازهای آبخیزداری نبود، با این حجم آب زیادی که از این رودخانه می‌رفت، خسارات زیادی به کشاورزی می‌زد. اما حالا با همراهی و درک مردم از این موضوع و با نهضتی که سال گذشته در حوزه آبخیزداری سرایان اتفاق افتاد، آب زیادی مدیریت شد. در طول مسیر رودخانه‌ها یک سیلبندهای ایجاد کردن. اعتبارات بسیار خوبی رو داشتیم، به ویژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و سایر منابع اعتباری که در مجموع 21 سازه آبخیزداری رو در طول یک سال گذشته در حوزه آبخیزداری سطح شهرستان اجرا کردیم. در کل سازه های آبخیزداری اعم از گابیون، سنگ‌ملات و بندهای خاکی تونستند حجمی معادل 5 میلیون متر مکعب رو در پشت خودشون ذخیره سازی بکنند. به منطقه زابری سرایان می رویم، در 5 کیلومتری شهر، نقطه ای که یکی از این سازه ها ایجاد شد. با انجام این کار و سازه سبب شد که آب در پشت این سازه انباشته و ذخیره بشه. تمام این کشاورزی ما از بین رفته بود، حتی 70-80 درخت بادوم شاید 100 تا از ما خوش شد. الان ماشاءالله آب فراوان، بهار خوب، آب ما از یک اینج آمده الان دو اینجونی. مدیریت صحیح این آب‌های روان علاوه بر تغذیه سفره‌های زیرزمینی، سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را هم افزایش می‌دهد. از زمانی که این سازه زده شده مثلا این آب الان 4 برابر